با توجه کردن و اعلام کردن محدودیت‌های مسیح در ذات و طبیعت انسانی اون میتونیم این قسمت این آیه رو خیلی راحت‌تر بفهمیم که مسیح از اون روز هیچ خبر نداشت، نه فرشتگان خبر داشتن، نه مسیح در ذات انسانی خودش از اینا آگاه بود. یه صحبتی هستش آرسی سپرول همیشه میکنه وقتی که به مسئله طبیعت انسانی مسیح میرسه، میگه مسیح نوزاد در قنداق خودش نمیدونست که زمین گرده، محدودیت های دانشی داشت، نمیدونست که طبیعت به چه صورت عمل میکنه و خیلی از مسائل آگاه نبود، ولی همونطور که رشد میکنه ما متوجه میشیم که مسیح هم در فکر خودش رشد میکنه، در حکمت خودش رشد میکنه، در فیزیک خودش رشد میکنه، ولی این به این معنا نیست که ذات الهی مسیح محدود هست. ذات الهی مسیح نامحدود، دانش مطلق داره، حاکمیت مطلق داره، قدرت قادر مطلق هستش، ولی وقتی که میگه جلال خودش رو ترک میکنه میبینیم که در شخص مسیح وقتی که روی زمین هستش از اختیارات خودش به اون گونه که از پیش داشت به اون نفع استفاده نمیکنه، ولی در رحمت عمل میکنه و خودش رو محصور میکنه در شخص مسیح. سوال بعدی رو با هم دیگه بخونیم. میخوایم یه تلفن بگیریم شاید در همین رابطه هستش و بعد با هم دیگه صحبت کنیم. عزت الله عزیز بفرمایید. بله دوست عزیز روی خط هستیم بفرمایید. من روی خط هم بله بفرمایید. خب جواب من چی بود؟ سوالتون رو بپرسید بهتون بگیم. سوالتون رو از روی شما از عزیزان پشت صحنه پرسید. بله الو بفرمایید. سوالتون رو بگید باهاتون صحبت خواهیم کرد. روی خط هستید. خب من میگم فرق اسلام و مسیحیت چیه؟ شما عیسی حضرت عیسی مسیح را به عنوان چی میشناسین؟ اوکی همین سوالتون عزت الله عزیز. بسیار خب ما عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده میشناسیم. اگر اتفاقا موضوع الان صحبت هم کردیم دقیقا رجوع مسیح تا یه حدودی که هست صحبت کردیم. من تصورم این است که این دوست عزیز از دیدگاه اسلامی دارن صحبت میکنه وقتی میگن شما عیسی مسیح کی میشناسید، شاید در مقایسه با دیدگاهی که قرآن نسبت به مسیح داره دارید صحبت میکنید. اولا بعد از اون فکر میکنم ما از خودمون میگیم مسیح خداست. با توجه به کلام خدا، کتاب مقدس که دست نخورده و تحریف نشده هست، عیسی مسیح همون خدای نادیده هست که به جسم میاد تا بتونه برای گناهان ما قربانی بشه، اون سکریفایس، اون قربانی گناهان رو بده، چون پاداش گناه موت بود، تا ما همه بتونیم در آزادی و در این ارتباط با خدای زنده زندگی بکنیم. حتی خیلی مختصر هست ولی در جوابتون نه، مسیح فقط یک پیامبر نیست. یکی از کارهایی که مسیح کرد پیامبری یا نبوت و اون اعلام کار خدا بود، ولی کلام خدا به ما معرفی میکنه که مسیح تنها راه نجات هست، مسیح خود خدا در جسم انسانی است تا ما بتونیم با خدا ارتباط مستقیم داشته باشیم. یکی از دوستان گفتن که در مورد اینم اگه میشه صحبت بکنیم و من ارتباط خوبی هم داره، میگه که راجب اون فردی که چند روز پیش میگفت دنیا ساعت 6 تموم میشه، فکر کنم در 21 می تمام مردم دنیا رو به هم ریخته بود، صحبت بکنید. اگر دوستان آشنا نیستن با این اتفاقی که افتاده، توی آمریکا یک شخص یک شبانی گفته بود که دنیا فکر میکنم در 21 می در یک ساعت مشخصی از بین خواهد رفت و بر حسب محاسبات دقیقی که از کتاب مقدس به گفته خودش انجام داده، اون تاریخ در 21 ساعت 6 بعد از ظهر یا صبح اتفاق میفته و این پیشبینی دوم این شخص بود. پیشبینی اولش اشتباه بود، گفتش که من در محاسبات خودم اشتباه کردم و در پیشبینی دومش هم متاسفانه یا خوشبختانه دوباره اشتباه در اومد. متاسفانه بابا بعد دوباره که ازش مصاحبه کردن گفتن توی محاسبات خودم باز مشکل من داشتم، دوباره پیش بینی سومش رو کرده، گفته 5 ماه بعد این اتفاق خواهد افتاد. خب 5 ماه فرصت دارین دوستان. حالا صحبت سر اینه، تا به همین صحبت کردن ارتباط مستقیم داره. این شخص ادعا میکنه چیزی رو میدونه که خود مسیح در روی زمین نمیدونه. حالا داستان این هستش که واقعا با این جور افراد چجوری، یعنی خب مشخصه واکنش کلیسا این هستش که هیچ وقت فریفته این صحبت ها آخر دنیا و این برنامه نشه، این حرفا همیشه بوده، ولی یک حقیقت رو میدونیم، مسیح میاد و به زودی هم خواهد اومد. توی پتروس هم میگه از اون زمانی که ایمان آوردیم خیلی آمدن مسیح نزدیکتر شده، ولی از اون روز و ساعت کسی خبر نداره، چون آمدن مسیح مثل دوست خواهد. حالا من نمیدونم این کشیش رو دیدی یا نه، یک
آقای بسیار مسن، یک اصلا بازور اینو مثلا تکونش میدن که یه جا بشینه، خیلی مسن، خیلی واقعا مسنه، این اصلا ناخوناشو نگونش میده انگار که پوسیده بوده، اونم دیگه 90 سالشه. بعد خب شاید این کارو کرده که خیلی جلب توجه کنه هنرپیشه‌ای که آخه این تنها چیزم نیست. داریم خیلی صحبت از امسال 2012 فکر کنم دسامبر 12/12/2012 یا همین چیزی دنیا تمام خواهد شد. عزیزان اگر دوست دارید دلتون رو خوش بکنید به این مسائل راحت باشید، یه فیلم هم اتفاقا ساختن راجع به این مسئله. کلام خدا به وضوح میگه که انسان از این واقع خبر نداره، این تنها در دست خداونده و فقط میدونیم که زمانهای آخر هست، یعنی در یک برهه از زمان هستیم که میدونیم دیگه تمام پیشگویی هایی که کلام خدا کرده به انجام رسیده و اگر هم چند تاش مونده در واقع در اون زمانهای آخر هستیم که به زودی اتفاق خواهد افتاد. به هر حال 5 ماه بیشتر فرصت نداریم ایمان بیاریم به عیسی مسیح. حالا مشکل یا حالا خنده دار بودن و جایی که واقعا نکته که جای تاسف داره اینه که خیلی ها پسنداز سالیانه‌شون رو خرج کردن به این امید که 21 می آخرین روز باشه و هر چیزی رو که پسنداز کرده بودن خرج کرده بودن. و داشتم توی مقاله‌ای می‌خوندم یک خانواده‌ای گفتن که برای آخرین بار بریم یک جای هست توی آمریکا، گرند کانیون میگن، دره‌های خیلی بزرگ و جای دیدنی هستش و تمام خانواده کارو زندگی رو تعطیل کردن، گفتم برای آخرین بار بریم از این جای دیدنی یک دیدنی بکنیم و چون دیگه فرصتی نخواهد بود، زندگی خیلی عوض شد. نمیدونم حالا چند نفر از لحاظ تعداد این شخص رو متابعت کردن، ولی مطمئن هستم که بعد از فهمیدن اینکه 21 می حالا بعضیا خب خیلی خوشحال بودن اتفاق داره میفته چون تمام کریدیت کارتاشون استفاده کردن و با بدهکاری‌های زیاد به این امید بودن که 21 می آخرین روز خواهد بود که مجبور نخواهند بود که بدهکاری کنند. اتفاقا من جمله‌ای که به همکارم گفتم وقتی شنیدم بود که پاشو بریم خرید، دل سیر خرید بکنیم قبل از مردن. متاسفانه جایی که حکمت جای خودش رو به خیال پردازی و برآورده شدن آرزوهای انسانی میده این مشکلات پیش میاد. خب